دبیرخانه آستان مقدس حسینی و دیگر عطبات مقدس در عراق در نشستی که در دفتر نخست وزیری درباره ساخت مونورل میان دو شهر نجف اشرف و شهر مقدس کربلا برگزار شد حضور یافتند احمد حسن الفهد نماینده آستان حسینی در این نشست های سخنانی مطبوعاتی گفت این نشست به ریاست دفتر نخست وزیری و با حضور نمایندگان عطبات مقدسه و دیگر دستندرکاران در خصوص آغاز ساخت مونوریل برای اتصال دو شهر نجف اشرف و کربرای معلا برگزار شد و انتظار می رود نقطه آغازین این قطار از نجف اشرف باشد و از چهار ایستگاه بگذرد تا به میدان هوایی کربلا و منطقه سی جوده در این ولایت برسد او افزود این قطار 6 تا 8 متر از زمین فاصله داشته و با ظرفیت 1500 مسافر سرعتی در حدود 150 تا 250 کیلومتر در ساعت خواهد داشت این امر بدین معناست که مسافت نجف تا کربلا ظرف 15 تا 20 دقیقه طی خواهد شد این قطار واگن های وی و واگن های زنان و کودکان دارد و دارای دو مسیر رفت و برگشت است وی ادامه داد نام قطار البراق یا فوتروس خواهد بود و انتظار می رود به قطار بغداد در نزدیکی ستون 132 متصل شود سخنگوی آستان مقدس حسینی در پایان گفت کمیته ویژه به ریاست ناصر الاسدی مشاور نخست در امور حمل و نقل به شهر مقدس کربلا سفر خواهد کرد تا ضمن هماهنگی با مسئولان کربلا و نجف بازدید و بررسی میدانی لازم را به عمل آورند